سلام برابکس یوتیوب سوهل اقتصادی هستم امروز براتون آه... و من سربازی ها دوست داشتم رو سنس این که میگن مردت میکنه واقعا مردت میکنه من صبح تخت مولا میشم شاید جم کنم شاید جم نکنم لوسم زود خسته میشم تا حالا زج واقعا نکشیدم ولی توی سربازی پایین زندگی رو میبینی که میبینی مثلا چطوری میتونه باشه یه ساعت چهار صبح میکنن صدای انفجار بعد با تیر مشقی یعنی یه جوری زندگی میکنی که نه شاید شاید مثلا خوب نباشه مثلا بگی مثلا وقتی بعدن توضیح به دوست دکترا میگن مثلا برای همین ایرانی هم مشکل دارن همشون عصبی ان چون دو سال با آدم رو زج دادن رو همه تاثیر میذاره ولی اگه مثلا واقعا چون من خواهم نرفتم ولی ترنینگ که بهت میدن دو سال ازت ورزش میکنی بود دو فلان کن مثلا کدوم مادر هر زی ساعت تا 4 صبح بیرون وایساده با تفنگ من بهم گلم بدی نمیدونم 400 بیرون وایسام ب... 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 یه جا ولی اینجا مجبورت میکنن یه ما دو ما نه دوازده ماه، نه دو سال یه جا هر روز وایسی هشت ساعت یه چیز داری رو تجربه میکنین که وقتی میای خونه دیگه 9 وایسی دوازده ساعت میگه آقا چه زندگی دارم برای همین کسی که مثلا هیچ کاری نداره بکنه پلنی هم نداره درستش تمام شده حالا ببینیم چیکار کنیم خب چه بدی داره به سروازی بستگی به آدمش داره یا آدم هست که میخواد زندگیشو بسازه من اگر ایران بودم حتما حتما سربازی میرفتم سربازی نری داستان داری زندان میتونی بری پاسپورت بد نمیدن نمیدونم همش همیشه هر وقت صحبت میکنی بزرگترین مشکل یه سری اینه که سربازی رو هنوز درست نکردن بزرگترین مشکلیه همه چی رو فیگور کرده سربازی اگه من دو سال بعد میرفتم اونجا دهنم سوت شد میرفتم تموم بشه زودتر این 18 که میدم فرداش میگم زودتا تموم بشه هر یه روز به نفعمونه اگر میتونی مثلا مثلا میگم فروشیه بعد میای میگی آقا من یه دیدی دارم میام انقدر پول در میارم انقدر پول درآوردم بعد بعد باشم سبزیون بخرم خب برو ولی اگه سبزی فروشی هم نیست راه دور زدن نداره تو باید اینو داشته باشی دیگه من خودم شخصا نرفتم من خب از اینا قبل از اینکه سربازین بشه اومدم بیرون بچه که بودم بعدش هم سربازیم معاف شدم چون بابام سن زیاده تک فرزندم از من خودم معاف شدم ولی اگر ایران بودم حتما 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 میرفتم برای اینکه هنوز داری میری یه جایی دو ساله با یه, با یه گروه میری توشون اگر آدم بیورزه و لوس و بدی باشی اونجا زج میکشی اگر آدم باحال و باهوش و اینه باشی اونجا بهت حال میده با نمیدونم فلان دوست میشی با بسال دوست میشی و نمیدونم کاره بهتر بهت میدن پستای بهتر بهت میدن مطمئنم توی سربازی یه نفر بعد تا 8 صبح کشیک بده یه نفرم باید خیارشورا رو مثلا جابجا کنه یه خیارشون میزنی و اشغال نمی تو آش پس خوده کار خوب بالاخره میگیره بعد اونجا یه جاحتی که شخصیتت تو بده یه نشون بده می می نیم. آدم ها خودشون نمیشناسن و همش تو توهم زندگی میکنن یه یا دونه یارو شمت هم نگاه میکردم تو تیک تاک یه حرف خیلی قشنگ میزن گفت تا روزی که دنیا رو از چش خودت ببینی عقب میفتی چون دنیایی که تو چش تو میبینی فقط و فقط از چش تو وجود داره برای هیچ احد و ناس دیگه ای وجود نداره حالا مثال میزنم من وقتی کسی میاد تو اتاق دوستم اولین نفر به من نگاه کنه چرت دارم میگم آقا دیدم بعد کسی که من اولین نفر نگاه کنه میگم یه آدم آشغاله دیگه شون کام باش کردن بعد مردم نمیفهمن که چرا من یا با یکی خوب میشم با یکی بد میشم و مردم فکر میکنن من دیوانه ولی چش تو چش من کاملا منطقیه میگم هر کی در اتاق من. من نگاه کنه من باش دوستم بهش میرسه دو هر کی من نگاهش من بدیه تو وقتی اینو نگاه میکنی میبینی که اگر از دنیا چشم من نگاه کنی میه منطقی دوش میتونه باشه ولی اگر دنیا رو واقع نگاه کنی فقط من آدم دیوانم تو روزی که بتونی بفهمی دنیا رو از بیرون نگاه کردن اون روزیه که تو موفق میشی اون روزیه که بزرگ شدی اون روزیه که یه آدم خفن شدی یه سری آدم اصلا میمیرن و هیچ به این نمیرسن همیشه دنیا چش خوش رو می بینن. من بچگی دنیا چش طرف جلوم میدیدم که اون الان داره چی احساس میکنه چی داره فکر میکنه میگه همیشه خودم جای طرف همیشه همیشه صد درصدم هم جواب داده برای من خیلی ساده بود بعد با یکی حرف میزنم فقط دنیا چه خودش میبینه همیشه میگم چقدر میتونی یادم ناآگاه باشه چقدر می آدم میتونه گوسفند باشه ولی هست دیگه این اول جادمه هم. واسه همین این سربازی شاید میتونی تو بهش نگاه کنی که به تو یه شانسی میده که تو وقتی میری اون خود تو خودتو بشناسی تو وقتی بری اونجا دو سال زرج بکشی تو سن هیجده بیای بیرون دو تا حالت داره همه آدمها تخمی بودن تو رو اذیت کردن اوکی میشه حالت دومش اینه که تو آدم باحالی نیستی تو تو جامعه شخصا هستی یا از دنیا چش خود بهترین ولی تو جامعه آدم باحالی نیستی تنها دلیلش میتونه باشه دیگه چرا یه نفر بره باحال باشه بگو بخم خم باشه مهربون باشه اذیت هم بشه میشه دلیل اولی همه آدما دورش بد بودن معمولا خیلی باید بد شانس بشه که این اتفاق سرت بیفته 99 درصد موقع این بد نیست واسه چیزی که 99 درصد بالای درصد بالای 80 درصد شانس داره تو خوبه که اینو انجام بدی پس تو میگی میگه که آقا من رفتم اینجا بس شش میفهمی دیگه میروشش ناراحتی میگه آقا من میرم این عزتم میکنه اون عزتم میکنه این قضا رو میزنه صبح الانش شاشیده تو تختم هر چی میفهمی که بس اون آقا من آدم باقالی نیستم جام واسه من آماده نیست و خودتون جزء آینده درست کنی کاری که میخوای بگیری نمیری فروشنده ماشین بشی میری کدر میشی که تو اتاق دروسته بشینی واسه خودت کد بنویسی میری دیزاینر میشی که در خودت بمندی واسه خودت دیزاین کنی کسی کار به کار شوشه یه ایمیل میزنی آخر ماه به مردم یه تلفن میزنی تمام میشه میری دیگه میری تو اون نه می اونجا نه می میری اونجا میبینی آقا اصلا داری میری مثلا سربازی یه دفعه میشم رئیس ارتش ایران من تازه فهمیدم مثلا من میخورم هم دلم میخواد کشور رو ببرم جلو قوی کنم هم میخوام نمیدونم مردم حرفمو میفهمم هم میفهمم که می جوری برم جلو هم فرمانده ها دوستم دارن همه چی لیوان پر و لیوان خالی داریم 1500 تا دلیل میتونم بیارم که چرا سربازی مزخرف ترین چیز دنیاست ولی وقتی که الان مجبوریم بریم توش اصلا فراموش کن نصف لیوان خالی و فقط به لیوان پر باید بفکر کنی الان تو من این سربازی که رفتم چه سودی داره یا برای تو من چیکار میتونم بکنم که بهترین استفاده از این سربازی بکنم من مثلا اگه برم سربازی به قصد ورزشش خیلی جدی میچسبم میگم چون اینجا این داره به من میگه صد تا پوشا برو دیگه زوریه پس بذار من رو خوب برم آروم برم حواسم به عضلاتم باشه که بهتر بشم هی سعی میکنم خودمو بهتر و بهتر و بهتر و بهتر, و بهتر کنم نمیرم جا بگم اه حالا دارم هر روزی هم که بخوابم بالا میشم میگم یه روز کمتر شد یه روز کمتر شد الان که امین میگه نه پنجاه درصد تخفیف گذاشتن روش دمتشون گرم هم چون واقعا دو سال خیلی زیاد بود ولی یک سال کاملا قابل هضمه اگه تو ایران بودم تا حالا خارج رو بودم میگفتم آره ولی چون که خارج رو دیدم میگم نه چون یک بار یه سفر خارجی به تمام زندگی میارزه به نظر من نه چون بگم خارج به حال آمازم سفره اگه تو فرانسه بودی همین سوال میپرسیدی که آقا من تو فرانسه باید برم سرباز بدن نمیتونم برم بیرون میگفتم نه بیرون خیلی قشنگه برو بیرون رو ببین اصلا با باحال میشه چقدر بیرون باحاله حالا اگر فرانسه لولش 5 باشه بری بیرون بشه مثلا لول 8 ایران لولش 1 مثلا وقتی میری بیرون بری لول 8 ببینی مثلا یو پشمات فر میخوره من نمیتونم هیچ سناریو ببینم که بخوام پول رو انتخاب کنم روی پاسپورت چون تکنیکلی تو اگه پاسپورت نشه بشی توی زندان قرار میگیری به اسم ایران چون زندان هیچ وقت نمیگن زندان سایزش چقدر همچنین فقط زندان منطقش اینه یه جایی که تو نمیتونی بری بیرون به این میگن زندان حالا چقدر بزرگ باشه اونقدر اهمیتی نداره به نظر من تو زندان تو بکنی ایران به نظر من حیفه که تو نمیتونی بری ترکیه رو ببینی دبی رو ببینی چه میدونم اروپا رو ببینی آمریکای شمالی امریکا رو ببینی حیفه واقعا چون انقدر زیبایی هست انقدر سالها فرهنگ هست انقدر چیز جالب هست غذاهای عالی به من هر آدمی اگه میتونه زندگیش بره باید بره شخصی که تو داری میگی که تونسته پولدار بشه که بتونه زندگی هم خوب بچرخونه اون دیگه حتما میخواد بره چون زندگی خوب بعد از چند سال, سال ساده میشه همه چی بی میشه همه چی توی اکسپریانس همه چی توی اینه که تجربیاته تو برو خفن ترین برو کارخونه لوی ویتون اصلا بخر برو توش زندگی کن تا همه جا کیف لوی ویتون بشه بخمتم نیست بعضی افتاسه میگه چه مسخره بازیه ولی 5 سال سفر کن این کوه رو یه دونه آبشار شبیه اون که آبشار نیست یه دونه راه شبیه اون که راه نیست یه دونه ساحل شبیه اون که ساحل نیست ساحلی که فقط شن و در آب از زاویه ساحل فرق داره نوع شن فرق داره بوش فرق داره آبش فرق داره مزه آبش فرق داره رنگش فرق داره محیط دورش فرق داره یه بیچ بری پنج تا مملخ اونجا باشه هر چی باشه اوکی اصلا نمیدی باور کنید چقدر دنیا میتونه فرق داشته و تو محروم بودن از این بزرگترین اشتباه دنیا سر این که یک سال از این دست بدی اون شخصی که تو داری میگی توی دو سال میخواد پولدار بشه تو دو سال بعد از سربازی هم میتونه پولدار بشه با هیکل خوب تجربه خوب و ده تا رفیق خفنه باحال داری سربازی ولی من فکر نمی اون کسی که تو داری میگی تو دو سال میتونه موفق باشه بعد از این سربازی بیرون بگید. دیگه من ندارم هرچی حتی, حتی بد، بدتر نداره حالا سربازی ما انجام دادم دو سال ورزش کردم انرژی بالا بلد شدم چهار صبح از خواب بلند شدم تو قبل سالی بعدم چهار صبح خواب بیداشت من نمی سن چمانه میشن دیگه دیگه, دیگه هفت دیگه بیدار میشن دیگه رفیقای فابریک که من کسی تا, تا هفت صبح خواب ها نمیشه تو سنهای 17 18 19 20 21 25 -30. و یک کسی که میره سربازی و صبح کله سر داشت کنن و تو اونم چه استفاده کنی به سودت و همین من اگه تو ایران بودم که مجبور بودم برم سربازی به خاطر این در هر شرایطی شده بود میرفتم سربازی رو انجام میدادم شده بود نمیرفتم اول سعی میکردم پنج سال یه راهی پیدا کنم که دورش بزنم ولی بعد از پنج سال پیدا نمیکردم میرفتم تو اون پنج سالم بیزنس هم میزاختم خب برای عکس دمتون گرم این تموم شد شب و روز خوبی داشته باشید سربازی خوش بگذره چکس